خط مهمترین ها. همایش سیاسی مردم هزاره افغانستان در پشتیبانی از امارت اسلامی. به زودی چهره خود در ساختار قدرت سیاسی افغانستان، در رهبری ساختار سیاسی قدرت و در بدنه نظام سیاسی جدید انشاءالله ببینن. انس حقانی میگوید زمان عفو یک دیگر است. چه سوک بگو وردل شوی داد دوی طرف هم دست دیر شوی نو آقا دی پول دی پاره تأسوب ورده ما پودی خوشحال نیو. عبور بهای دلار از مرز 96 افغانی. مواد خواربارم افزایش 5-10% داشته. امارت اسلامی افغانستان تمام تلاش خود را نموده تا ارزش پول افغانی را نگه دارد. 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت در برابر بانوان. سازمان ملل نگران وضعیت بانوان افغانستان است. امارت اسلامی اما از تامین حقوق بانوان اطمینان می‌دهد. و 7 ساعت در قدرت و کنارگیری. سلام و وقت بخیر. به مهمترین های 5:30 از 1 با من ادریس فاروقی خوش آمدید. هزارها تن امروز در غرب کابل با راه اندازی همایش پشتیبانی خود را از امارت اسلامی اعلام کردند. در این مراسم ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید مکتب ها و دانشگاه ها سر از بهار سال آینده با معیارهای اسلامی بازگشایی خواهد شد. آقای مجاهد تاکید کرد که چالش های اقتصادی تا 6 ماه دیگر حل خواهد شد. برای کسانی که در بامیان در مغاره ها زندگی میکنند شهرک رهایشی ساخته میشود. همزمان با این جعفر مهدوی دبیرکل حزب ملت افغانستان در این همایش میگوید در آینده نزدیک کابینه امارت اسلامی گواه تغییرات خواهد بود که در پایان چهره های مورد نظر مردم در آن شامل خواهند شد. اسدالله حکیمی گزارش میدهد. بسم الله. نخستین همایش سیاسی به پشتیبانی از امارت اسلامی در غرب کابل. برخی مقام های ارشد امارت اسلامی هم در این همایش سیاسی که از سوی مردم هزاره افغانستان برگزار شده شرکت کردند. در این همایش به وحدت و برادری میان مردم افغانستان تاکید شد. هیچ قوم در افغانستان قوم دیگر را حذف کرده نمی تواند و سیاست های حذفی در طول تاریخ در افغانستان شکست خورده، همان گونه که تجاوزات شکست خورده است. در پی تحول پسین رهبران مردم هزاره افغانستان از کشور به بیرون رفتند، اما در این همایش ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی از جعفر مهدوی دبیرکل حزب ملت افغانستان همچون رهبر جوان یاد میکند و میگوید آقای مهدوی برای آن شمار مردمی که در بامیان در حال حاضر در مغاره زندگی می کنند شهرک ایجاد خواهد کرد. با رهبر جوان ما مهدوی صاحبم صدا می کنم که کار اول ما شما انشاءالله بعد از این جهاد کلان و بزرگ ما که علیه اشغال آمریکا بود به پایان رسید، جهاد آبادی کشور خود را آغاز می کنیم. و خودت مهدوی صاحب محترم وظیفه دارین که اول کاری که میکنیم در بامیان که امتونای ما در مغاره ششته آنها را از مغاره میکشیم، برشان شهرک آباد میکنیم، برشان خانه میسازیم و آنها را آباد میکنیم در خانه. آقای مجاهد همچنان اطمینان میدهد که مکتب ها و دانشگاه ها در ماه حمل سال آینده با شرایط اسلامی بازگشایی خواهد شد. بانوان هم میتوانند در چارچوب شریعت اسلامی به کار بروند. پروسه تعلیمی ما نیاز به یک تحقیق علما داره. علما کرام ما خواستند راههای شرعی را، مسئولیت شرعی را برای خانم‌ها، مسئولیت فیزیکی و روحی را ایجاد خواهد کردن. انشاءالله در سال آینده درس‌های ما آغاز خواهد شد، پانتونای ما آغاز خواهد شد. این پروبلم مهم که مهم است و تشویش داریم همه، این حل خواهد شد. سخنگوی امارت اسلامی میگوید چالش های اقتصادی کشور هم تا 6 ماه دیگر حل خواهد شد. در این میان جعفر مهدوی دبیرکل حزب ملت افغانستان به مردم اطمینان می‌دهد که به‌زودی در کابینه امارت اسلامی تغییرات به میان آید. بر بنیاد گفته های آقای مهدوی در پی این تغییرات مردم چهره های مورد نظر خود را در ساختار حکومت خواهند دید.
مردم انشاءالله به زودی چهره خود در ساختار قدرت سیاسی افغانستان، در رهبری ساختار سیاسی قدرت و در بدنه نظام سیاسی جدید انشاءالله ببینن و در کنار همکاری و همراهی با دیگر اقوام با هم برادر افغانستان برای یک افغانستان آباد، آزاد و مستقل انشاءالله نقش و سهم مؤثر داشته باشند. در این همایش ده ها تن از بانوان و دختران نیز حضور داشتند، موردی که نشانه از امیدهای تازه است. انس حقانی از چهره های ارشد امارت اسلامی میگوید همه طرف های جنگ همدیگر را باید عفو کنند. آقای حقانی در گفتگو با بی بی سی تاکید دارد جنگ دو دهه پسین تلفات برجامانده، اما از بهر تلفاتی که بر دو طرف وارد شده متاسفند و از این رو همه باید همدیگر را عفو کنند، زیرا عامل اصلی جنگ آنان نه بل امریکا بود. انس حقانی میافزاید صف امارت اسلامی واحد است و نام شبکه حقانی تلاش امریکا برای تجزیه امارت اسلامی است. جواد تیموری. جنگ دو دهه پسین در افغانستان یک تراژدی مرگبار بود، تراژدی که هزاران کشته روی دوش مردم افغانستان گذاشت. حالا یکی از چهره های ارشد امارت اسلامی تلفات برخواسته از این جنگ را بر دو طرف تأسف بار می داند. انس حقانی در گفتگو با بی بی سی اما می خواهد که طرف های درگیر همدیگر را ببخشند. طبیعی خبر است که جنگ الوه نویشل که خام خواب یا سه خلق بواجل شیوی نو چه سوک بواجل شیوی دوی طرف هم دست دیر شوی نو آقا در طول دی پاره تأسف بارده ما کدی خوشحال نیو. اصل مشکل دلتا دی سبب لوی لامل چی ده آقا مگ نیو، آقا دنیا ده، آقا امریکا. برخی عالمان دین هم تاکید میکنند که زمان بخشش همدیگر در افغانستان رسیده و شهروندان نیاز به احسان اجتماعی دارند. از احسان اجتماعی غفلت نکنیم. در افغانستان موجود ما با شرایط بحرانهای پی هم احسان اجتماعی کارایی دارد تا عدالت اجتماعی. عدالت سرد است، عدالت بی‌مهر است، عدالت خب قابل گذشت نیست. اگر فرزندان مقتول قاتل رو قصاص کند عدالت است، اما خدا می فرماید عفو کنید، عفو به احسان نزدیکتر است. با این حال انس حقانی در مورد شبکه حقانی میگوید این نامی نیست که آنان از آن استفاده کرده باشند، بل این بخشی از برنامه سازمان استخباراتی امریکا برای تجزیه امارت اسلامی بود است. حقانی نتورک و شبکه دا نوم دا دی مگ نوم نده، دا نوم دی سی آئی دی جگڑی و دی حق و حسی و برخواه دی اشغالگر مقابل که مبارزه شو یا بریدون شول دا حقیقت دا شوی دی کردی دی پده بانده طول پوانان افتخار کوی. از سوی سخنگوی وزارت خارجه هم گفتگویی که با بی بی سی داشته گفته که وضعیت بد اقتصادی کنونی میراث حکومت گذشته است. وضعیت دشواری که امروز افغانستان با آن روبرو است یک واقعیت است که از حکومت پیشین برای ما به میراث مانده است. ما تمام تلاش خود را می کنیم که وضعیت بهتر شود. ما تلاش می کنیم تأثیرات فاجعه انسانی را کاهش بدهیم. تلاش ما این است که زمینه را برای رسیدن کمک های بشر دوستانه به افغانستان فراهم کنیم تا این کمک ها به دست نیازمندان برسد. با این حال قرار است در نشست چند روز بعد نمایندگان امارت اسلامی و امریکا در دوحه روی پولهای منجمد شده افغانستان بحث و گفتگو شود. انتظارها این است که امریکا برای اهداف سیاسیش کل مردم افغانستان را در معرض بحران انسانی قرار ندهد. هیئت بلند رتبه افغانستان بر رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه برای بحث و گفتگو با مقامهای امریکایی و اروپایی راهی دوحه شد. سخنگوی وزارت خارجه در توییت گفته که نمایندگان وزارت‌های صحت، معارف، مالیه و همچنان اداره استخبارات و ریاست بانک مرکزی در ترکیب هیئتند. آزادسازی پشتوانه مالی افغانستان، همکاری‌های بشردوستانه، آموزش و پرورش و باز شدن سفارت‌های کشورهای خارجی در کابل از آجنده‌های مهم این سفر به شمار می‌رود. بهای دلار در بازارهای کابل از مرز 96 افغانی گذشت. شورای سراسری اتحادیه صرافان میگوید روش داد و ستد پولی در بازارهای کشور از بنا درست نبوده و کمبود دلار در بازارها سبب بی‌ثباتی پول افغانی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار شده است.
برخی فروشندگان خواربار نیز میگویند در پی بلند رفتن بهای دلار در بهای خواربار 5 تا 10 درصد افزایش به میان آمده. امارت اسلامی در این میان اما میگوید تلاش دارند تا ثبات پول افغانی را در برابر ارزهای خارجی نگه دارند. بشیر احمد شیرزاد با جزئیات بیشتر. عبور بهای دلار از مرز 96 افغانی. شورای سراسری اتحادیه صرافان میگوید کمبود دلار در بازارهای کشور سبب می شود تا بهای افغانی در برابر دلار کاهش یابد. آنان این چالش را به دلیل روش نادرست داد و ستد پولی در بازارهای کشور می دانند. این روش تغییر بدن. این روش درست نیست که ما تمام عمر بیاییم به خاطر ثبات افغانی از افغانستان بانک دلار پم کنیم. و ما یک نوع اعتیاد است و این روش صحیح نیست. من نظر ما همیست که دوستا و بزرگای مملکت ما بشینن سر از یک تدبیر بسنجن که روش ما از بین ببریم. شماری از فروشندگان خواربار هم میگویند بلند رفتن دلار تاثیر مستقیم روی بهای خواربار داشته. وقتی که دلار کم میشن و اینا باز بلند میرن، یکی بلند بره باز مواد ارتزاقی در مجموع هارد، روغن و اینا کلشان به دلار است. تمام مواد ارتزاقی به دلار است. مسئولان امارت اسلامی هم میگویند تلاش میکنند تا ثبات پول افغانی را در برابر ارزهای خارجی نگه دارند. امارت اسلامی افغانستان تمام تلاش خود را نموده تا ارزش پول افغانی را نگه دارد و در مقابل سایر ارزها پول افغانی در افغانستان به عنوان یگانه پول معامله شود و چون اکنون سلسله صادرات هم شروع شده و در بدل آن دلار هم به افغانستان می آید. با تلاش های زیاد نتوانستیم دیدگاه بانک مرکزی افغانستان را داشته باشیم، اما بانک مرکزی پیش از این 10 میلیون دلار را برای پشتیبانی از پول افغانی وارد بازار ساخت و لیلام کرد. امروز 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت در برابر بانوان است. سازمان ملل گفته افغانستان در میان کشورهایی است که میزان خشونت در برابر بانوان در این کشور بلند است. بر بنیاد یافته های نهاد از هر 10 زن 9 تنان در افغانستان خشونت را تجربه می کنند. اما امارت اسلامی میگوید بانوان افغانستان در 2 دهه پسین قربانی بودند، اما حالا دولت تازه افغانستان حقوق بانوان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین میکند. نوید صمدی گزارش میدهد. 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت در برابر بانوان افغانستان. در این روز سازمان ملل افغانستان را یکی از کشورهای گفته که در آن میزان خشونت در برابر بانوان بلند است. این نهاد خواستار بررسی و رسیدگی به وضعیت بانوان افغانستان نیز شده است. آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد که از هر 10 بانو 9 بانو در افغانستان خشونت را تجربه کرده، اما در سطح جهان از هر 3 بانو 1 بانو خشونت را تجربه کرده است. خشونت در برابر بانوان و دختران امروز به عنوان یک موضوع مهم حقوق بشری در جهان است. آمارهای پسین از سوی بانوان سازمان ملل تایید می‌کند که در جریان همگیری کووید 19 خشونت در برابر زنان و دختران افزایش یافته است. در 13 کشور تقریبا نیمی از زنان گزارش دادند که آنها و یا زنانی را که آنها می‌شناسند خشونت جنسی را در جریان همگیری کرونا تجربه کردند. برخی از فعالان حقوق بانوان هم از وضعیت بانوان در کشور نگرانی دارند. نیاز است تا جامعه جهانی در کنار زنهای افغانستان بیستند و حمایت کنند زنهای افغانستان تا یک زنها با حقوق اساسی و اولیشان دسترسی پیدا کنند. اما امارت اسلامی میگوید در 2 دهه پسین بانوان قربانی بودند، اما با روی کار آمدن امارت اسلامی تلاش جدی می شود تا حقوق بانوان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شود. در آینده کوشش می شود که زنان به هیچ صورت باید قربانی نشوند، نه در جامعه، نه در خانواده، نه در زندگی شخصی و نه در زندگی اجتماعی، چنانکه که دین مبین اسلام ضامن همه حقوق اساسی و بنیادی زنان است. دولت امارت اسلامی افغانستان هم به آن متعهد است و تلاش های جدی را در این راستا انجام می دهد. با این همه سازمان عفو بین الملل برای پشتیبانی از حقوق بانوان افغانستان و مناسبت 25 نوامبر با راه اندازی کارزار تازه زندگی نامه 16 بانوی سرشناس افغانستان را بازگو کرده است. پس از چاشت امروز کابل گواه یک انفجار بود. وزارت امور داخله میگوید که این انفجار یک موتر شخصی را هدف قرار داده.
سخنگوی وزارت امور داخله همچنان گفته این رویداد در کارته پروان از بخش‌های حوزه دوم پایتخت صورت گرفته که تلفات جانی در پی ندارد. پاکستان با عبور کمک‌های بشردوستانه هند از خاک این کشور به افغانستان موافقت کرده است. وزارت خارجه پاکستان گفته این کشور اجازه می‌دهد تا کمک‌های بشردوستانه هند که شامل 50 هزار متریک تن گندم و همچنان دارو می‌شود از راه بندر واگا به افغانستان انتقال داده شود. از سوی هم رهبران سیاسی و نظامی پاکستان از جامعه جهانی خواستند که برای جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان تلاش کنند. هادی سحر. تلاش پاکستان برای جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان همزمان با نزدیک شدن زمستان و هشدارهای پیهم نهادهای جهانی از وقوع فاجعه انسانی در افغانستان، اسلام آباد تلاش میکند از هر راه ممکن جلو این فاجعه را بگیرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که این کشور اجازه میدهد که کمک‌های بشردوستانه هند از راه گذرگاه واگا وارد افغانستان شود. کمک هایی که شامل 50 هزار متریک تن گندم و همچنان دارو می باشد. به عنوان یک حسن نیت نسبت به مردم برادر افغانستان، دولت پاکستان تصمیم گرفته تا به طور استثنایی برای هدفهای بشردوستانه اجازه انتقال 50 هزار متریک تن گندم و داروهای نجات دهنده از هند به افغانستان را از طریق مرز واگا بدهد. از سوی هم عمران خان نخست وزیر پاکستان از جامعه جهانی خواسته که افغانستان را در امر مبارزه با بیماری پولیو یاری رساند. نخست وزیر پاکستان گفته که افغانستان در یک مرحله حساس قرار دارد و جامعه جهانی باید در کنار سایر همکاری‌هایش به افغانستان در امر مبارزه با پولیو نیز با این کشور همکاری کند. مشاور امنیت ملی پاکستان هم خواهان توجه جامعه جهانی به تهدید فاجعه انسانی در افغانستان شده. مهدی یوسف در گفتگو با CNN میگوید که تحریم‌های مالی بالای افغانستان سبب شده که کمک‌های بشردوستانه هم به افغانستان کاهش پیدا کند. این باید فراتر از سیاست و هر مسئله در مورد طالبان باشد. در حال حاضر جهان باید به خاطر 35 تا 40 میلیون شهروند افغانستان که در این مرحله از گرسنگی رنج میبرند روی کمک به آنها تمرکز کند. بنابراین پاکستان همان کاری را میکند که میتواند انجام دهد. در این میان رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان هم برای جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان خواهان همگرایی جهانی با افغانستان شده. قمر جاوید باجوا در گفتگو با نمایندگان ایران و بریتانیا گفته که صلح در افغانستان به معنای صلح در پاکستان است و نیاز است که دنیا با افغانستان همکاری کند. پاکستان در مجری حواد پتوگه زبط هڅه کوي چې وسانده کړنې د دوی په لاس باندې پلی سي ځکه په دوی کې دوی امتیازات اخلي او ګټه ترلاسه کوي بنا نړۍ ته ښیي چې د افغانستان سره ډېر نړیڅې اړیکې لري. همزمان با نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان نگرانی ها از بحران انسانی در افغانستان بیشتر می شود. بحرانی که منطقه، کشورهای همسایه و جهان را نگران کرده است. امارت اسلامی هم گفته که توانایی مدیریت وضعیت را دارد اما نیاز از جامعه جهانی به کمک‌های بشری خود به افغانستان ادامه دهد. کودکان زیر 8 سال می توانند که بدون دریافت گذرنامه و ویزا وارد پاکستان شوند. در اعلامیه سفارت افغانستان در اسلام آباد همچنان آمده که پس از این کودکان زیر 8 سال افغانستان که گذرنامه و ویزا دریافت نکرده باشند می توانند از راه زمینی به پاکستان سفر کنند. از سوی هم در اعلامیه گفته شده که مقام های دو طرف توافق نمودند تا روزانه به 100 بیمار که مدرک سفر را با خود نداشته باشند نیز اجازه عبور را بدهند. فرصت های در گذرگاه های زمینی افغانستان و پاکستان در حال به میان آمده که به تازگی مشاور امنیت ملی پاکستان نیز به گذرگاه تورخم آمده و با مسئولان محلی امارت اسلامی افغانستان دیدار کردند. پس از 3 ماه دروازه موزیم ملی افغانستان امروز دوباره باز شد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسم ویژه که به این مناسبت را اندازی شده بود بر نگهداری اثرهای باستانی و غنی‌سازی آن تاکید کرد. از سوی هم امروز 75 قلم از اثرهای دوره کوشانی به قدامت 2000 ساله از سوی ریاست باستانشناسی به موزیم ملی افغانستان تسلیم داده شد. سهیلا یوسفی گزارش می‌دهد.
همزمان با گذشت بیش از 3 ماه از سقوط دولت پیشین، موزیم ملی افغانستان امروز دوباره بازگشایی شد. در این مراسم 75 قلم از اثرهای باستانی به شمول ظروف سفالی، مجسمه‌های سنگی، اثرهای تزئینی، سکه‌های نقره‌ای و میسی دوری ساسانی به موزیم ملی افغانستان تسلیم داده شده است. در این مراسم ویژه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بر نگهداری اثرهای باستانی و غنی‌سازی آن تاکید کرد. او هغه کلتوری او هغه عنعنوی هغه آثار چې موجود دي د هغه د بیا مر د افتتاح لپاره شغل هغه ته رشد ورکو دغه حفاظت وکړو او دنیاوالو ته وښیو چې موږ د دې ساتونکو او غواړو چې دنیاوال دې تراجل کو چې هغه د افغانستان تیرسوی تاریخ آثار او زموږ ستاسي د تیرسو خلکو د هغوی شهامتونه او د هغوی د زندگی او د هغوی د کلتور د دې آگاهی. در این میان ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی هم میگوید که اثرهای باستانی کشور از تمام ولایت ها و کشورهای بیرونی جمع آوری شده و جلو قاچاق آن به خارج از کشور گرفته می شود. در یه اواخر چند قلم آثار که در کشورهای دیگه بود هم تثبیت شده و هم جمع‌آوری شده رسیده به کابل. تلاش می‌ورزیم از طریق های مختلف، از طریق یونسکو و مؤسسات همکار در این راستا که آثار تاریخی که در دیگر کشورها مربوط به افغانستان هست نقل شود و موزیم برسد. رئیس موزیم ملی افغانستان همچنان به مردم اطمینان می‌دهد که به گونه مسئول از همه اثرهای باستانی کشور نگهداری می‌شود. یک واقعیت است و آثار شباهت به اطلاعات پداشت. ما هم برای مقامات صحبت کردیم در وزارت، ولی او آثار نیستند که از اطلاعات پا باشن. آثار اطلاعات پا خوشبختانه همش محفوظ است. هیچ چیزی در جریان تحولات و پیش از او کدام چیزی به دست نخورده و همه چیز محفوظ است. از سوی هم مقام های امارت اسلامی در این مراسم تاکید دارند که کار روی ترمیم منار جام به پشتیبانی مالی یونسکو ادامه دارد. در مهمترین های جهان، کانادا، بریتانیا، سویدن و اوکراین ایران را به تعلل در پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی متهم کردند. نخست وزیر زن در تاریخ سویدن چند ساعت پس از انتخابات در از این سمت استعفا کرد. همچنان در پی واژگون شدن یک قایق حامل پناهجویان در نزدیکی ساحل گالا در فرانسه بیش از 30 تن غرق شدند. جزئیات بیشترین همه در این بسته. These were the 9 crew members of Ukraine International Airlines. کانادا، بریتانیا، سویدن و اوکراین ایران را به طفره رفتن از پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی متهم کردند. این 4 کشور با صدور بیانیه مشترک هشدار دادند که در صورت ادامه سیاست عدم مذاکره از سوی تهران، گزینه اقدام جدی علیه ایران در چارچوب قوانین بین الملل را در دستور کار خود قرار خواهند داد. این 4 کشور از عدم شرکت ایران در جلسه درخواستی 22 نوامبر با این گروه ابراز تأسف کردند. در ماه جولای 2020 یک هواپیمای اوکراینی دقایق پس از پرواز از فرودگاه خمینی در تهران توسط موشک‌های سپاه پاسداران ایران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن کشته شدند. نخست وزیر زن در تاریخ سویدن چند ساعت پس از انتخاب در این سمت استعفا کرده است. خانم اندرسون روز گذشته به عنوان نخست وزیر جدید سویدن معرفی شد، اما پس از خارج شدن یک از همپیمانان دولت ائتلافی از سمت خود استعفا کرد. حزب سبز ها شریک ائتلافی خانم اندرسون گفته که نمیتواند بودجه ای را که برای اولین بار توسط راست افراطی تهیه شده است را بپذیرد. خانم اندرسون گفته که امیدوار است بتواند دوباره به نخست وزیری فقط از طریق حزب خودش برسد تا نیازی به ائتلاف نداشته باشد. در پی واژگون شدن یک قایق حامل پناهجویان در نزدیکی ساحل گالا در فرانسه بیش از 30 تن غرق شدند. دولت فرانسه تایید کرده که این پناهجویان قصد داشتند با عبور از کانال مانش به جنوب انگلستان برسد. گارد ساحلی فرانسه پس از دریافت پیام کمک از یک قایق ماهیگیری که متوجه حادثه شده بود به محل اعزام شده و عملیات نجات در جریان است. در روزهای پسین شمار از پناهجویانی که با عبور از دریای مانش وارد بریتانیا می شوند افزایشی بی پیشی نیافته است. تا 40 روز به پایان سال 2020 پناهجویانی که با قایق خود را از فرانسه به بریتانیا رسانیدند 3 برابر کل سال گذشته میلادی بوده است.
در مهمترین های ورزش، از پایان رقابت های لیگ فوتبال در فاریاب با قهرمانی تیمی آشلر، همچنان پایان لیگ پیشکسوتان این ولایت، از دیدارهای مهم فوتبالی در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا هم خواهیم گفت. منچستر سیتی در انگلستان پاریس سن ژرمن را شکست داد، لیورپول هم پورتو را از پیش رو برداشت و همچنان برتری رئال مادرید. بیشتر در این بسته. تیم فوتبال یاشلر قهرمان لیگ برتر فوتبال ولایت فاریاب شد. این تیم با به دست آوردن 20 امتیاز به عنوان قهرمانی رسید. تیم استقلال این ولایت هم با 20 امتیاز اما گل زده کمتر نایب قهرمان شد. این رقابت ها به حضور 9 تیم را اندازی شده بود. در همین حال رقابت های لیگ پیشکسوتان فوتبال ولایت فاریاب هم با قهرمانی تیم شاهین ترکستان به پایان رسید. در پایان این لیگ شاهین ترکستان با به دست آوردن 4 پیروزی و 1 تساوی با 13 امتیاز به عنوان قهرمانی مسابقات دست یافت. تیم اصلان فاریاب هم با 9 امتیاز نایب قهرمان شد. رقابت های لیگ فوتبال پیشکسوتان فاریاب با حضور 6 تیم و برای 3 هفته را اندازی شده بود. همه مرحله گروهی لیگ فوتبال قهرمانان اروپا و هفته پنجم شب گذشته 8 دیدار برگزار شد. در یکی از این بازی ها و گروه دی، ریال مادرید بیرون از خانه به مسافه نماینده مالداوی به میدان رفت که در پایان با 3 گل برابر حریفش به برتری رسید. آلابا، کروس و بنزما 3 گل مادریدی ها را در این بازی به ثمر رساندند. با این پیروزی نماینده اسپانیا با 12 امتیاز در صدر گروه خود قرار گرفت و اینتر میلان هم با پیروزی برابر نماینده اوکراین 10 امتیازی شد و پس از ریال مادرید رده دوم گروه را در اختیار دارد. در دیگر بازی مهم این شب، منچستر سیتی در ورزشگاه اتحاد سیتی با حساب 2-1 پاریس سن ژرمن را از پیش رو برداشت. منچستر سیتی با این پیروزی 12 امتیازی و در صدر گروه A قرار دارد. نماینده فرانسه هم 8 امتیازی باقی ماند و در رده دوم گروه خود قرار دارد. نماینده فرانسه هم 8 امتیازی باقی ماند و در رده دوم گروه خود قرار دارد. در یک بازی مهم دیگر، بورسیا دورتموند نماینده آلمان بیرون از خانه با حساب 3-1 برابر نماینده پرتغال شکست خورد. در گروه C این رقابت ها آژاکس 15 امتیازی در صدر قرار دارد. در یک بازی از گروه B هم لیورپول در خانه با 2 گل پورتو را شکست داد. آل هم از وضعیت آب و هوای امروز کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارزها در بازار امروز کابل بدانید. ممنون که بیننده مهمترین های 5 و 30 از 1 بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.